اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازگشایی مدارس دخترانه و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان از جمله خواسته های مهم جامعه جهانی از گروه طالبان است. لازم به ذکر است که از تسلط سنی های تندروی طالبان در افغانستان یک سال می گذارد. اما هنوز هیچ کشوری در جهان این گروه را به رسمیت نشناخته است. همکارم خانم فاطمه موسوی گزارش می دهد. مارنو پاولز رئیس هیئت اتحادیه اروپا در موضوع افغانستان به تازگی در یک گفتگوی ویژه با شبکه خبری تولو گفته که طالبان باید کارهایی را انجام دهد که باعث به رسمیت شناختن حکومتشان از سوی جامعه جهانی شود. پاولز افزود رفتن دختران به مدرسه اجازه کار به زنان حقوق بشر آزادی رسانه ها، ایجاد حکومت همه شمول و احترام به حقوق زندگی از جمله خواسته های جامعه جهانی از گروه طالبان است که طالبان باید آن را عملی کند وی همچنین گفت موضوع رفتن دختران به مدرسه در افغانستان از اولویت های کاری اتحادیه اروپا است و خواسته های جامعه جهانی مبنی بر ایجاد حکومت همه شمول و اجازه کار و آموزش به بانوان این کشور به معنی دخالت در امور داخلی افغانستان نیست. رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرده که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان در افغانستان یک روند طولانی است و طالبان باید به خواستهای جامعه جهانی پاسخ مثبت دهد و کارهایی را انجام دهد که زمینه را برای به رسمیت شناختن حکومتشان مساعد می کند. اجازه کار و آموزش به دختران و زنان مبارزه با گروه های حراس افکن و استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر از جمله شروط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان گفته شده است. سه روز پیش حیدر بار معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر در توییتی نوشت که طالبان به زودی مدارس دخترانه را باز نخواهد کرد. و زمان آن است که جامعه بین المللی از انتظار دست بردارند و به این واقعیت پاسخ دهند. وی افزود جامعه بین المللی باید با گذینه های فوری آموزش جایگزین برای دختران کنار بیاید و ممنوعیت سفر و سایر اقدامات لازم را بر رهبران طالبان وضع کند. فاطمه موسوی اخبارشیه